در این باره با آقای محمد بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو و فرزاد منصوری عضو تیم ملی تکواندو در استیدیو بحث خواهیم کرد بسیار زیاد خوش آمدید مهمانان عزیز تشکر سلام عرض به خدمت شما و بیننده محترمت سلامت باشین آقای ترکی از شما آغاز بکنیم تکواندو از اصلی ترین رشته ای است که در افغانستان ما میتونیم برای بازی های کسب سهمی المپیک و المپیک توکیو سرش حساب بکنیم و قرار بود که ورزشکارای تکواندو چهار ورزشکاری که انتخاب شدن برای اردوگاه تمرینی در ازبکستان شرکت کنند اما نشد نرفتن به چه دلیل؟ اه، تشکر اه، در قدم اول اینا باید جای مشخص در خود افغانستان می داشتن بب... وقتی که شما یک خوابگاه در داخل خود کشورتان نداشته باشین که تیم ملیتان در اونجا قرانتین باشن و آمادگی بگیرن گپ بیرون بسیار دور است ما تقریبا یک دو ماه قبل از امروز در ازبکستان بر 15 روز قرنطین بودیم رفتیم تمرین کردیم پس دوباره آمدیم دوباره پیشنهاد کردیم که باید ما در ازبکستان دوباره با پنج تیم دیگه که از کشورهای خارجی بود بهترین تیمای دنیا بود باید یک جای تمرین داشته باشیم سکرتر جرال کمیتی ملی المپیک خواستن از فدراسیون تکوندو که شما یک ایمیل کنین که اگر اوزبکستان اکادمیشن او را برای ما شما مفت بسازه رایگان بسازه من چندین بار برشان گفتم که دایی تر یک زمان لطف کنین شما کوشش کنین که به فدراسیون تکواندوی اوزبکستان پول بپردازین کونا قبول کنن که ما که از اونها تمرین کنین در این وقت ما تقاضای زیر کنیم که شما امی اکمودیشن ما را و و نان ما را مفت بسازین این باعث میشه کونا بهانه جویی کنن بعد گفتن خب ما فقط ما نوشته میکنیم که اونا چی همکاری میکنن ما گفتم امیرم نوشته نکنین که چی همکاری فقط برشان بگوین که ما بر تمرین مقررات شما چی هسته متاسفانه که ایمیل به مشکل کردن و اما چیزی که ما برشان پیش بینی کرده بودم اونا گفتن که ما مشکل کرونا به خاطر مشکل کرونا وزارت خارجه ما بر نامه فرستاده که تیمای خارجی باید نبیاید باز ما امو روز که اینا برای ما یه گپ زدن همون روز ما تصویر تیم ملی چین تایپیرا تکواندوی چین تایپیرا برشان روان کردم که به ازبکستان رسیده بودن که موضوع یک بهانه است یعنی از دیگر کشورها دیگه کشورها از ازبکستان تمرینی برشان بله قزاقستان چین تایپی و چند کشور دیگر در اونجا حضور دارن خب مشکلی است که در چنین شرایط باید از کسایی که مثلا تجارب دارن تجربه دارن و توانستان که از المپیک مدال داشته باشند باید حرفشون شنیده شوه اگر شنیده نشوه باز انجام چنین می باشد در گزارش ما صحبت های خانم فیزی سخنگوی کمیته ملی المپیک داشتیم اونا گفتن که با شما حمایت مالی شده با ورزشکارای تان و ما... اردوگاه تمرینی در کابل دی ای به وضعی که در اوزبکستان برگزار شود در کابل برتان ایجاد کرده آیا چنین است؟ اگر اونمو پول رکینا برای ورزشکارا در نظر گرفته اگر از خود همو خانم پرسان کنین که ماش خود در کمیته ملی المپیک چند از باز خجالت میکشه از گپ خود که ما به خاطر اومدگی المپیک چنین را رو ازیا در نظر گرفتیم یعنی هیچ کمکی نشده شده از اسکالرشپ کمیته بین المللی المپیک است که ما 300 دلار برای ورزشکارا داده میشه که خود شما فکر کنین که آمادگی برای مسابقات کسب سامی المپیک سعی کنین و ما 20000 افغانی را سعی درست تنها خب. پیسې کرایې موتر نمیشه که برو بیاین 200 400 12000 زو در رفت آمد موتر تا المپیک میشه درست برمیگردیم به شما آقای ترکی آقای فرزاد منصوری هم اینجا هستن بسیار زاد خوش اومدین از شما در مورد آمادگی هایتان برای بازی های کسب سهمی المپیک قرار است 20 روز دیگه در اردن برگزار شود چقدر خودت آماده هستی به این رقابت ها و امیدوار هستی که بتونی کسب سهمیه بکنی از این رقابت ها تشکر سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام بیننده ها و قسمی که تمام هموطنان ما در جریان است بعد از گذشت سپری نمودن چندین سال تمرین ما خوشبختانه احساسا نزدیک شدیم به مسابقات سمی المپیک که در کشور اردن برگزار میشه و آمادگی های لازم و کامل قدر با مرابی خود با مربی خود استاد بشیر ترکی که شب روز بالای ما زحمت کشیدن تمرینات خود انجام دادیم و روانی مسابقات کس المپیک در کشور میشیم و ان امید داریم که از مسابقات سامی المپیک سمی المپیک برای افغانستان کسب کنیم و راه پیدا کنیم به مسابقات المپیک چقدر خودت آماده هستی و دستاوردهای چی بوده در این مدت که خودت انتخاب شدی برای المپیک خب خوشبختانه ما در سال 2019 توانستم که مدال نقره را در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور اردن کسب کنم در بخش نوجوانان و در سال 2019 در کاتگوری جوانان مدال نقره را از مسابقات آزاد چین کسب کنم و به تعقیب در سال 2020 در مسابقات فجری اوپن دبی باز هم مدال نقره را کسب کنم درست است تشکر شما آقای منصور آقای ترکی شنیدیم که برای شما کلپ سنوکر به خاطر تمرین های ورزشکار هایتان داده در دا دا کابل گپ درست است؟ بله متاسفانه کاملا درست است فعلا ما در یکی از کلپ های سنوکر در ریاست تربیت بدنی تمرین میکنیم خب و آمادگی بر مسابقات کسب سمی المپیک میگیریم خب دی این کلپ شما میتونین تمرین بکنین و هنوز برتون کلپ داده نشده خب ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که اې کومه خوريځه کشور بری مخک غپ به دور است ک در داخله کشور مې په توافق آباد رافتم زه حرم نده برامد گفت بیروني در څه کړې ک درون خونه اي مو در اینجه برابر ځکار څه کردیم چې باز در بیرون از کشور باید با ما سخت نه اولمپیک شالو میگیرم ما زحمت کشیدیم تکلیف کشیدیم لیکن مسولیت اصلی مسوله مسولیت کمیټه ملی اولمپیک است سرتر جرال کمیټه ملی اولمپیک با ایواز ځکه بر اونجه برنامه رشتہ کی میرن به خاطر کسب سامی اولمپیک سر ازو باز کنه میره از فدراسیون خود از فدراسیون والیبال قرارداد تو ایګه پښه امضا میکنه جای تاسف است و ما مجبور هستیم که باید برشان بگوییم ما چندین بار هم صحبت کردم که شما باید روی وردش های امیال سعی کنید بسیار جای شرم است که رشته ام ام امیال جایگاه تمام رشته های را گرفته یک یک اداره بسیار بزرگ به نام المپیک یک اداره بزرگ بسیار به نام تربیت بدنی با 250 میلیون افغانی بودجه نمیتونه که یک رشته خود حمایت کنه یک رشته المپیکی خود حمایت یک رشته خود نمیتونه درست حمایت کنه شرم از برای جای شرم و خجالت از برشان واقعا تصرف است آقای ترکی خب با این وضعیت آمادگیتان کامل هستیم بله ما آماده هستیم از لحاظ فنی آماده هستیم تجربهش داریم در گذشته بچهای ما آمادگی بسیار خوبه دارند در عطا در زمان کرونا شما شاید بودین که ما تمرین داشتیم منظم صبح شام تمرین میکردیم و حالا هم دمی ما مبارک رمضان صبح شام تمرین میکنیم و ما اگر به خاطر دولت افغانستان و به خاطر چنین نهادا باشه هرگز سونو ورزش افغانستان سونو ورزش دور نمیخوریم لیکن به خاطر مردم خود به خاطر کشور خود زحمت میکشیم تکلیف میکشیم و سهمی المپیک ام ان شاء الله رحمان کی میگیریم ای آیا چرا ورزشکاراتان یک جای نیستن؟ سمیه غلامی دیگه جای است و فرزاد منصوری در کابل است بعضی در وقتی که پیشنهاد میکنیم برشان که باید برشان جای گرفته شوه که باید تمرین کنن میگن که اونجا مسابقات دختراست فعلا در خوابگاه جای نیسته بعد که میگم در بیرون در بیرون میگن به اساس قوانین دولت ما از 1000 افغانی اضافه داده نمیتونیم 1000 افغانی را در سه شبانه روز در یک شبانه روز نان هم باید بخورن چای صبح هم بخورن نان چاشت هم باید بخورن در هتل هم باید باشن دیگه باید در کافی للای باشن به خاطر که وقت کم است آقای ترکی صحبت ها بسیار زیاد است با شما خداحافظی میکنیم و آقای منصور شما کنم خواسته یک داشته باشین خیلی کوتاه خب تشکر از شما و از برنامه تان ما خواست ما از دولتی است که رشته های المپیکی را و رشته ای که حداقل مدال المپیک داره را باید حمایت کنند و ما از مردم عزیز خود خواهش میکنیم تا ورزشکارای خود دعا کنند تا از مسابقات پیشرو سمی مسابقات المپیک کسب کنیم تشکر تشکر, تشکر از حضور تان میهمانان سلام عزیز سلامت باشید